محکومیت بین المللی سرکوب خونبار هواداران محمد مرسی در مصر ادامه دارد. رجب طیب بردوغان نخست وزیر ترکیه و از مهمترین متحدان رئیس جمهوری برکنار شده ای مصر بار دیگر ارتش این کشور را کودتاگر خواند و نظامیان را متهم به کشتار مردمی کرد که میخواستند رأیشان در یک دموکراسی به حساب آید نخست وزیر ترکیه گفت که اگر غرب گامی جدی در این باره برندارد دموکراسی در سراسر جهان به زیر خواهد رفت از دیگر سو فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه سفیر مصر در پاریس را به کاخ الیزه فراخواند تا نگرانی عمیق فرانسه را از حوادث مصر به مقامات قاهره اعلام کند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز ضمن محکوم کردن خشونتها در مصر گفت اتفاقات این کشور تاسف بار بود و برخلاف خواسته مردم مصر برای صلح و دموکراسی واقعی به افسود همه ای مصری ها چه آنها که داخل دولت هستند و چه آنها که بیرون از دولت قرار دارند باید یک گام به عقب بازگردند آنها باید اوضاع را آرام کنند و به این ترتیب جلوی کشتار بیشتر را بگیرند هواداران گروه های اسلامگرا در جاکارتا پایتخت اندونزی با برپایی تظاهراتی در یک میدان مرکزی این شهر کشتار هواداران محمد مرسی را محکوم کردند